با تشکر از انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی چند کلمه راجع به طرح مقام حضرت عبدالبها خدمتتون عرض میکنم. شروع این طرح واقعا یه مشکلی بود، برای اینکه حضرت عبدالبها در بیانی که خدمتتون خواهم خواند میفهمند که منو در ماسه های بین عکا و حیفا، جایی که محل عبور زائرین هست، دفن کنیم و هیچی روی اون نسازیم، یک کلمه‌ای که گفتم. و بعد خب برای من خیلی مشکل بزرگی بود که البته بیتورک تصمیم رو گرفته بودن که یه چیز بسازن، ولی اون چیه که حضرت عبدالبها نمیخواستن اینقدر که اصلا باشه؟ توی مداریکی که بیتورک به من دادن که نصوص یاد داشتایی بود که اهل باب دوره حضرت عبدالبها راجع به ایشون نوشته بودن و راجع به این مسئله اشاره کرده بودن، یک مطالبی بود که اونا شاید رهنمون بود تو ذهن من که اون وقت هیچ ایده‌ای نداشتم که باید چیکار کنم. اولیش بیانی که می‌فرمایند یک وصیت به شما همه دارم، این است که اگر از برای من واقعی شد و عجلی آمد، مرا میانه حیفا و عکا توی رمل‌های آنجا دفن کنید، زیرا ممر احبا و زوار است، هیچ چیز برای آن نسازید. و این موضوعی که محل عبور احباب باشه خیلی جاها بود تو یاد داشته، مهمترینش تو مناجات لبای مناجاتی که حضرت عبدالبها فرمودن که از اول تا آخرش عبودیت و آرزویشون در خدمت احباب. توی اون میفهمند که وغرقنی فی بحر الفنا واجعلنی قبارا فی ممر احبا، یعنی منو یک قباری بکن در راه احبا، که باز همین به این مطلب برمیگرده. خب توی بقیه این مدارک یه یاد داشته بود راجع به اهمیت باغ. یه خاطره میفهمند راجع به یک باغی که پدر بزرگشون در اطراف تهران درست کرده بودن و میگن این باغ چهار در داشت، به طوری که شما از یه طرف که اومدی اون در روبرو رو میدید، در حقیقت دو خیابان در محور اون بود و اطراف این خیابونا رو هزارها تبریزی کاشته بودن و همینطور در اطراف این خیابون گلهای سرخ بود که وسط این باغ یک سکوی بود یا یه تخلی بود که به رسم ایرونی ها توی تابستون میشد اونجا خوابید. و ایشون تعریف میکنن که چطور وقتی سحر پا میشدن صدای پرنده ها، بوی رز، بوی گل سرخ همه جا رو گرفته بود. و خیلی اشاره قشنگی میکنن راجع به این که چطور مثلا این درختای تبریزی که دو طرف این خیابونا بودن به خاطر وزش نسیم برگ‌ها که به هم می‌خورد مثل یه عده‌ای داشتن دست می‌زدن. و میگن که وقتی صبح پا می‌شدن و جمال مبارک چای رو درست کرده بود و بعد از مدتی که همه جمع شدیم در طلوع اونجا صبحونه می‌خوردیم و یه همچین تعریفی کردن خیلی زیباست. بعد حتی میگن که وقتی که رفتن استانبول توی اون حیات اون خونه که زندگی می‌کردن یه بوته گل رز بود که در ماه سپتامبر که پاییز باشه
گل داده بود و همه احبا تعجب میکردن که این چطور تو این فصل گل هست و برای ایشون میگن که این گلای این بوته گل سرخ چقدر برای همه احبا مهم بود و خیلی راجع به این موضوع گل و گل سرخ و رایحه گل و این حرفا صحبت میکنن همیشه در بیاناتشون و در الواحشون. خب من فکر کردم که با توجهی که میفهمن هیچی نباشه، با توجه به این که میفهمن از جوی من زوار بتونن حرکت کنن، ممر احبا باشه، و با توجه به این که ایشون شخصیتی در نهایت عبودیت و انکسار داشتن، به این ترتیب میتونه این مقام زیر یه باغ باشه و این طرحی که ملاحظه میکنین درست مثل یه سطحیه که اتاق مقام در زیرش قرار گرفته. محل باقرستان از بالا میتونید ببینید و زمین سبزی که جلو هست اونجاییه که مقام باید درش ساخته میشه و این از نظر که باغ رضوان رو یادتون باشه، این آبنماییه که در اون باغ هست، جایی که جهان مبارک تشریف می آوردن و اون محل اجلاسشون هست اون پشت، و این چند اتاقیه که اونجا بود برای اقامت ایشون که الان جزء اماکن متبرک است. و این یه نهری از بین این دوتا هست ملاحظه میکنیم و این طرف محل مقام. طرح این باغ، بالاخره هر باغی یه مش خیابون داره و این خیابونای این طرح یک آفتاب رو، یه خورشید رو دارن بیان میکنن، مثل که اشعه خورشید روی باغ رو پوشونده، اشاره به نظر من مثل جهان و ظهور مبارک و حضرت عبدالبها که مرکز این قرار دارن و نور امر همه جهان رو پوشونده مثل خورشید. و خب این نقش خورشید توی معماری ایرانی که بناها و معماری قدیم بهش شمسه میگفتن، یعنی خورشید، خیلی نقش مهمیه در ساختن گنبدها و نقوش ایرانی و این اشاره به ایرانی بودن حضرت عبدالبها هم خیلی برای من نزدیک میکرد به اون چیزی که دنبالش بودم، که میفرمایند که حضرت بهاءالله و حضرت باب هر دو ایرانی بودن و 20,000 ایرانی در این سبیل جانفشانی نمودند و من نیز ایرانی هستم، حتی با وجود اینکه 60 سال است از ایران خارج شدم، هنوز راضی به آن نگشتم که عادات جزئیه ایرانی ترک شود. بعد میفهمند بهاییان ایران را میپرستند، نه همین حرف میزنند، شما نظر به عمل کنید. و بعد ادامه میدن اون بیان معروف که میفهمند مستقبل ایران در نهایت شکوه و بزرگواری است، یقین بدانید که چنان ترقی نماید که انظار جمیع عظم و دانایان عالم حیران بود. فکر میکنم مهم بود که در این مقام این اشاره باشه و مخصوصا که این اشاره توی این طرح شده سقف اون فضای آمادگی که دور بر مقام هست، که مهمترین در حقیقت چیزیه که شما به عنوان یه ساختمون میبینین قبل از این که برید توی اتاق مقام. و فکر میکنم توی ویدیو اینو خدمتتون نشون میدم و میتونید ببینید، ولی توی این استاید هم یه قسمت هایی نشون داره. موضوع دیگری که مهم بود برای من از وقتی که فکر این پروژه رو کردم این بود که ما برای زیارت میریم معمولا اینطوری نیست که در یه اتاق وا کنیم بریم تو، نه، باید از یه راهی بیام یه مقدار زیادی فکر کنیم به
اینکه چرا اصلا اومدیم به زیارت. این فرصت باید باشه که ما این فکر رو بکنیم وقتی داریم میریم مشرف بشیم. من این راهو در مقام اعلی مثل خیلی از فیچرهای یا مسائل دیگه‌ای که از حدائق عرض اقدست و عتبات اونجا فرا گرفتم و تو این طرح اثرات چه می‌بینیم، یکی از مهمترینش همین طرز نزدیک شدن به مقام اعلی است که بعد از اینکه شما میایین مسافرخونه هستین، از یک دری وارد میشین به یه محوری که مقام روبروی شماست. به این ترتیب تو این فرصتی که راه میرین فکر میکنین که حضور کی داریم میرین مشرف بشین و کی بوده این شخص، و بعد از اینکه یه انحرافی داره یادتون باشه میپیچیم و دوباره میپیچیم. خیلی جای قشنگی اینجا هستم، ولی هم واقعا این هدایا رو به طرز عجیبی درست کردن و بدون الهام و یادگیری از اونا هیچ باقی دیگه ای توی عرض اقدس به نظر من نباید بسازن. و اینی که این باق هم خیلی از فیچراش رو از این مقامات گرفته. حالا وقتی که از اینجا میریم میرسیم به پورتیکو یا رواقی که دور مقام اعلی هست، سرپوشیده هست دور مقام اعلی، اونجا جاییه که شما میدونید که دیگه بعد از این باید حاضر باشین بریم توی مقام و از اونجا در مقام باز میکنیم بریم توی. حالا این فضا رو من میخوام خدمتتون نشون بدم که توی مقام از تبریبات چطوری این ظاهر شده. و این یک در حقیقت این محلیه که پوششش یه نوع طرحی داره که همون انعکاس همون شمسه یکی رو باق هست. پوشش این قسمت رو ایجاد کرده که در حقیقت اون قسمت مهم شراینه که شما حس میکنید، یک شجریه که شاخه هاشو، یک تنه درختی که شاخه هاشو باز کرده که حسن اعظم در اینجا یه اشاره دیده میشه ازش. و این سقف سقفیه که باز و بسته است، مشبکه و آسمان رو میبینین شما از توش. و زیر اون هم یه مش گل و گیاه هست که این هم بازی ایده ای از روزه مبارک است که خیلی برام مهم بود. دفعه اول که مشرف شدم که تو این اتاق پر از نور گل و گیاه هست، و اولی که این ماموریت رو من دادن همش فکر کردم که باید تو این مقام هم یه اشاره اینطوری باشه که الان تو همون فضایی که دورور مقام هست و جزوی از مقامه درخت هست، شبیه درخت هایی که توی اون حیات روز مبارکه هست، و خب البته مثلا یکیش هم یه درخت نارنجیه که به یاد حضرت باب اونجا هست که اتفاقا توش روز مبارکه هم هستش. اینو اون چیزی که بنده فکر میکردم وصول به مقام همونطور که عرض کردم مراحل داره تو ذهن آدم تا اینکه خودتو حاضر کنی که بری اونجا، و این مراحل توی این طرح به این ترتیب ادغام شده یا در نظر گرفته شده. خب این یه ویوی از بالا که زمینش مقام رو در کنار باقی رضوان نشون میده، و محور این باغ که شما وارد میشین از در باغ در حقیقت به این خط قرمز میتونین ببینین که چطور از اون راه میرسین به سردر ورودی باغ رضوان. روبروی اون یه دیوار دیگه هست شبیه اون، و این دیواری است ورودی مقام حضرت عبدالبهاست.
یعنی این دیوار اونجا بود و ما اینو نگه داشتیم به عنوان این ورودی. وجود این دیوار همونطوری که بوده مال اون دوره یه ارتباط خیلی به جاییه با زمان هست تبرگاه، و وقتی که جمال مبارک و هست تبرگاه به این باغ تشریف می آوردن، خب از این که وارد میشین یه محوری رو میبینیم که خط قرمز نشون داده شده. میایید تو ته این خیابون که میرسیم به جایی که وقتی میچرخیم به طرف قبله، متوجه به قبله میشیم و ساختمان مقام روبروی خودتون میبینیم. حالا ملاحظه میکنین باغ و ترتیبی که این راه‌های باغ هست، اون قسمتیش که حیات ورودی رو در جنوب تشکیل میده شبیه یک آغوش باد است که شما رو میپذیره. یک جوری یه عکسی از حضرت عبدالبها که من یادم بوده همیشه و هم الان که این آغوش باز رو داشتن، و من فکرم توی این باغ این خیلی اشاره درستیه. و این حالا از این که میگذرید به طرف قبله که میاید، دو طرفتون تراسای گل میبینید. این تراسای گل از بهجی ملهمه، طبقاتیه که حضرت ولی هم توی بهجی درست کردن و من همیشه خیلی خوشم میاد از اونا. اینجا اینان از اون فکر استفاده شده برای اینکه این حیات رو توجیه کنیم، و از اونجا میریم باز جلو که مقام روبروی ماست. یعنی وقتی که شما در مقام رو باز میکنید، عتبه ای که هست به طرف قبله است. و حالا یک ویوی از یا اینکه یک دیدی از فضای محیط اطراف مقام خدمتتون نشون میدم. همطوری که میبینیم گل و درخت اونجا هست و میبینید که سقفش مشبک با یه هندسه مخصوص. یه فضای بزرگیه که شما میتونید اونجا بشینید و حاضر بشید برای زیارت. بعد از زیارت شما میاید به اون طرف این فضای آمادگی در حقیقت، و میتونید از زیر اون خارج بشین و بیاین بیرون به طرف جایی که شروع کردین، یا اینکه میتونین در یک راه که دایره که دور این باغ هست راه برید و باغ رو بیشتر ببینید و فکر کنید که چه وجودی رو زیارت کردید. و حتی در اطراف باغ در زمین‌های کناری این دایره یک فرصت‌هایی هست که بتونین برین تو اون قسمت‌ها و بیشتر این نقش روی باغ و خودش رنگ رو ببینید. در موقع شب این نگاهی در شب به اونجا که گوینده همین نوریست که از اون مرکز ساطع شده به همه اطراف و تمام باغ رو در بر گرفته. متشکرم.